همون روزهای اول صحبت از تشییع جنازه های دست جمعی میشد. توی یکی دو تا شهر هم این کار رو کردند و خانواده ها در بهت بودند، در شوک بودند. در آستانه سالگرد سرنگونی هواپیمای اوکراین با موشک های سپاه، خانواده های قربانیان از داغی میگویند که تازه مانده. در برنامه امشب با برادر یکی از قربانیان صحبت می‌کنیم و از کارشناسان درباره عملکرد حکومت ایران و ابهاماتی می‌پرسیم که درباره سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی هنوز وجود دارد. قوه قضایی همه عامل یا عاملین این حادثه رو مورد محاکمه قرار میده. بلا تکلیفی پرونده عاملان سرنگون کردن هواپیما بعد از یک سال، سپاه می‌گوید آمریکا باعث این فاجعه شد. عکس شد، ترانه ای از مهدی یراهی برای قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراین. همچنین در برنامه امشب We will never give up, we will never concede, it doesn't happen. آغاز جلسه جنجالی کنگره برای تایید نهایی نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا. ترامپ از معاونش خواست در جلسه امروز پیروزی بایدن را تایید نکند. و رقابت نزدیک در ایالت جورجیا برای کسب دو کرسی مجلس سنا، دموکرات‌ها از پیروزی قطعی یکی از نامزدهایشان خبر دادند. شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. یک سال پیش بامداد روز چهارشنبه 18 دی ماه 1398 موشک‌های پدافند هوایی سپاه پاسداران یک هواپیمای مسافربری شرکت هواپیمایی اوکراین را در نزدیکی تهران سرنگون کرد. 176 مسافر و خدمه این هواپیما در این حادثه کشته شدند. با گذشت یک سال و با وجود درخواست‌های بین‌المللی، حکومت ایران هنوز عامل یا عاملان این اتفاق را معرفی نکرده و توضیح قانع کننده‌ای درباره علت شلیک به این هواپیمای مسافربری نداده. درباره آنچه گذشته بیشتر صحبت خواهیم کرد، اما پیش از آن گزارشی ببینیم از ژیار گل که به سراغ خانواده‌های قربانیان پرواز 752 اوکراین رفته و از وضعیت این خانواده‌ها یک سال بعد از این واقعه می‌گوید. هم در این عملیات دنبال کشتن کسی نبودیم. ما تصورمون این بود که امریکایی‌ها گارد حمله می‌گیرن، ولی دیدیم که نه، اینا منتظر این سیلی بودن. موقعی که فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران ایران با خوشحالی محل اصابت موشک‌های شلیک شده به پایگاه‌های آمریکا در عراق را نشان می‌دهد. در این لحظه او می‌داند پدافند هوایی تحت امرش یک روز پیشتر یک هواپیمای مسافربری را سرنگون کرده، اما او اشاره‌ای به سرنگونی هواپیما نمی‌کند. دو موشک ضد هوایی سپاه پاسداران هواپیمای اوکراینی را سرنگون می‌کند. داستان پرواز 752 اوکراین داستان 176 انسانه که در این پرواز کشته شدند. هر کدام از این افراد داستان ویژه‌ای برای خودشون داشتن. پونی گرجی 25 ساله و آرش پورزرابی 26 ساله از کانادا برای برگزاری عروسیشان به تهران می روند. پونه بی نهایت باهوش بود و در کنار اون پشتکار واقعا خارق‌العاده‌ای داشت. از دوره راهنمایی وارد مدرسه فرزانگان شده بود و بعد از اونم عاشق المپیاد کامپیوتر بود. پونه در کلاس‌های المپیاد کامپیوتر در تهران با آرش پورزرابی آشنا می‌شود. آرش نوع رفتارش خیلی بزرگتر از سن خودش بود. از ابتدا علاقش به وسایل الکترونیکی و ریاضی خیلی زود یاد می‌گرفت. همیشه سوار زندگی بود. از بچگی مثل این بود که می‌دونست چی کار می‌خواد بکنه. آرش در المپیاد دانش آموزی کامپیوتر در سال 1390 مدال نقره می گیرد و سال بعد با رتبه 334 در کنکور سراسری قبول می شود. آرش در دانشگاه صنعتی شریف تهران در مقطع کارشناسی
در رشته نرم افزار کامپیوتر مشغول به تحصیل می شود. همزمان پونه هم با رتبه عالی از کنکور سراسری قبول می شود. با رتبه 265 رشته مهندسی آیتی دانشگاه صنعتی شریف قبول شد. پونه، من همیشه بهش فکر میکردم، خودم فکر میکردم پونه که انقدر همه چیش خاصه، عاشقیش هم باید خاص باشه دیگه، و همین هم شد. آرش هم بی نهایت باهوش بود. یعنی من دفعه اولی که آرش رو دیدم فهمیدم که خب مثل همیشه پونه گل کاشته، یعنی تو انتخاباش، تصمیماش. یه روز یه عکس برای من فرستاد، عکسی که بچه های هم دورشون بودن، با یه فلش یه عکس یه دختری رو برای من مشخص کرده بود. من فهمیدم که آرش انتخابشو کرده. پونه رو با یه کفش آلستار قرمز، پونه و آرش با نمره عالی از دانشگاه صنعتی شریف فارغ التحصیل می شوند. در رشته علوم کامپیوتر در دانشگاه آلبرتا به تحصیلاتشان ادامه می دهند. راس گرینر استاد راهنمای پونه بود. خودم بیشتر تمرکزم روی مهندسی پزشکیه. پونه هم علاقمند بود و دلیلش این بود که می‌خواست به مردم کمک کنه. روی فناوری اولتراسوند برای کودکانی که دوچار در رفتگی لگن هستند کار میکرد و نتایج عالی هم گرفت. بعد هم تحقیق روی تصاویر سونوگرافی برای تشخیص نارسایی کبد رو شروع کرد که شد یکی دیگه از پروژه‌های موفقش. اما پونه و آرش میخواهند عروسیشان را با خانواده و دوستان در تهران جشن بگیرند. هنگام تعطیلات سال نو میلادی به ایران باز می‌گردند و روز 11 دی ماه را برای عروسیشان انتخاب می‌کنند. خیلی ذوق داشت برای لباس عروسش. از موقعی که تو کانادا بود به کد دوستاش می‌رفتن لباس می‌دیدن، بر ما عکس می‌فرستاد. بالاخره لباس مورد علاقه‌اش رو پیدا کرد. دوستاش فقط یه شبی باشه که عشقش رو در واقع این خوشحالیش رو با ماها شریک بشه. همین یکی از آرزوهای من همون شب برآورده شد که دوست داشتم که پسرم رو تو لباس دامادی ببینم. یادآوریش برام سخته. من دختر نداشتم ولی جفت آرش دخترای من هستن. دو روز بعد از عروسی آرش و پونه، قاسم سلیمانی کشته می شود. فرمانده نیروی قدس سپاه در حمله هوایی به دستور مستقیم دونالد ترامپ در بغداد کشته شد. در 13 دی ماه خودروی او و همراهانش در نزدیکی فرودگاه بغداد با راکت پهپادهای آمریکایی به آتش کشیده می شود. انتقام می گیریم سخت محکم. صدای تبل جنگ در منطقه بلندتر می شود. بامداد 18 دی ماه نیروی هوافضای سپاه پاسداران به انتقام کشته شدن قاسم سلیمانی با چندین موشک بالستیک پایگاه‌های آمریکا در عراق را هدف قرار می دهد. پدافند هوایی ایران برای حملات احتمالی آمریکا به حال آماده باش در می آید. که ایران حمله کرده، من پشتم لرزید. تو دل خودم گفتم حالا شکر خدا که آرش و پونه دارن میرن. ساعت 6:12 صبح، پرواز 752 شرکت هواپیمایی اوکراین از فرودگاه امام خمینی تهران پرواز می کند. 3 دقیقه بعد هواپیما در آسمان به آتش کشیده می شود و در حومه تهران سقوط می کند. معلوم این هواپیما همه سرنشینان آن کشته می شوند. پرواز اوکراین سقوط کرده. گفتم
خدایا چه کار کنم؟ ما زار زدیم. پدر من پشت تلفنش های های گریه میکرد. بنام گفت نه اینجا خبری نیست، ما همون روز بعدش رفتیم پزشکی قانونی. ساعتی پس از سقوط هواپیما، مقامات ایرانی علت سانحه را نقص فنی اعلام می‌کنند. هیچ تغییر فنی در هواپیما نداده بودیم. کاملا مطمئن بودیم که دلیلی وجود نداره که منجر به چنین سقوطی بشه. در اون زمان نمی‌دونستیم چه عاملی هست، اما می‌دونستیم که هرچی هست عامل خارجیه. یک روز پس از سقوط هواپیما، منابع غربی و دولت کانادا اعلام می‌کنند که هواپیما بر اثر اصابت موشک سرنگون شده است. می‌دونید در اون روز شوکه کننده اطلاعاتی دریافت کردیم که دلیل واقعی سقوط هواپیما رو نشون میداد که موشک‌هایی به یک هواپیمای غیر نظامی شلیک شده. ویدیوهای ضبط شده و منابع اطلاعاتی غرب حکایت از سرنگونی هواپیما با موشک دارند. اما دو روز پس از سانحه، مقامات حکومت ایران بر روایت خود پافشاری می‌کنند. ولی اون چیزی که برای ما محرز هستش و با اطمینان میتونیم بگیم که این هواپیما موشکی با اون اصابت نکرده. شما یک هواپیمای مسافربری رو بر آسمان پایتختت بهش حمله میکنی، دست کم دو بار بهش موشک شلیک میکنی، بعد بلافاصله تمام نیروها رو میریزی در اون منطقه سقوط و وسایل مسافرین رو میدزدی، بعد با بولدوزر همه جا رو صاف میکنی. سرانجام در 21 دی ماه، سه روز پس از سقوط هواپیما، ستاد کل نیروهای مسلح ایران اعلام کرد که هواپیمای اوکراینی بر اثر بروز خطای انسانی مورد اصابت موشک قرار گرفته است. 10 ثانیه فرصت داشته تصمیم بگیره. کاش نقص فنی بود، همه جای دنیا پیش میاد. ولی این مدلیش خیلی سخته، خیلی. حتی تحمل زجه‌های مردم رو نداشتیم که به سراغ ما می اومدن. هزاران معترض از جمله دانشجویان دانشگاه‌ها با شعارهای مرگ بر دروغگو علیه فرماندهی کل قوا و سپاه پاسداران شعار سر دادند. ده‌ها نفر در این اعتراض‌ها دستگیر شدند. در حالی که مقام‌های ایرانی می‌دونستند ممکنه آمریکا مقابله به منسک کنه، چرا حریم هوایی ایران روی این پروازها بسته نشد؟ ایران را مقصر و مسئول آنچه که آن شب اتفاق افتاد می‌دانم. موشک شلیک کردند، نه حریم هوایی را بستند نه فرودگاه را. شکی نیست که چه کسی مسئول این حادثه است، اما من فکر می‌کنم که خطوط هوایی و شرکت‌های هواپیمایی دیگری که عصر آن شب پرواز داشتن رو هم نمیشه بگیم هیچ مسئولیتی بر دوششون نیست. برخی از خانواده قربانیان می‌گویند حریم هوایی عمدن بسته نشد. کمترین صحبتی که شده ماجرای سپر انسانی است. سناریوهای زیادی مطرح است در مورد این هواپیما. به این هواپیما شلیک میکنی در حالی که میدونی بچه ها در این هواپیما هستن، خانواده ها در این هواپیما هستن، 3 دقیقه بعد از بلند شدن از فرودگاه. برای ما خانواده قربانیان و باید برای جامعه جهانی هم مهم باشه که چطور حریم هوایی در اون شرایط بازگذاشته شد، چرا فرودگاه بسته نشد، چطور ممکنه در سال 2020 همچین اتفاقی رخ بده. باید این سوال‌های مشکل رو از خودمون بپرسیم که در اون شرایط چطور یک هواپیمای غیر نظامی با موشک‌های شلیک شده ساقط میشه. فکر کنم یک جای دیگه، یک کشور دیگه که در حد ایران باشه از لحاظ اقتصادی و سیاسی و اینا، فکر می‌کنم تعداد زیادی آدم میومد حداقل استعفا میداد بابت این ماجرا. حتی حاضر نشدن یک اپراتور رو قربانی این ماجرا بکنن.
پس از 3 روز از سرنگونی هواپیما، حامد خود را به ایران میرساند. او تصمیم میگیرد پیکر همسر و دخترش را به کانادا منتقل کند. موقعی که در ایران بودیم، همون روزهای اول صحبت از تشییع جنازه های دست جمعی میشد. توی یکی دو تا شهرم این کار رو کردند و خانواده ها در بهت بودند، در شوک بودند. معلوم بود که چه برنامه‌ای دارن، معلوم بود که میخوان دوربین های تلویزیونشون رو بردارن برن توی اون خونه ها، معلوم بود که فرمانده های سپاه میخوان برن با خانواده های داغ دیده عکس یادگاری بگیرن، معلوم بود که اونجایی که خودشون میخوان اینها رو دفن بکنن، معلوم بود که میخوان اسم شهید روشون بذارن. میدونید یه درد بزرگ برای ما توی اون شرایط این نام رو هم روی اونا گذاشتن. شهید یه کلمه ای هست توی حالا فرهنگ ما هم یه جایگاه خاصی داره، ولی اینکه کسانی رو با حداقلش با بیکفایتی از بین بردید بعد این اسم رو بخواید روشون بذارید، خیلی سخته، اصلا قابل درک نیست. به ما فقط اصطلاحاً تابوتی که با پرچم ایران و اسم شهید و شهید روش بود به ما دادن که و اومدن سنگ و چوبه سر رو گذاشتن، یعنی داشتن تحمیل میکردن. پونه انسان ویژه‌ای بود با توانایی‌های بسیار بالا که میتونست پیشرفت زیادی داشته باشه. میخوام مردم بدونن که جهان انسانی با روح بلند رو از دست داد. پونو آرش 5 روز پس از عروسیشان در آرامگاهی مشترک در بهشت زهرای تهران با هم دفن شدند. داستان آنها داستان ده ها مسافری است که در پرواز 752 جان باختند. ژیار نسخه کاملی رو هم از این گزارش زده که بعد از برنامه 60 دقیقه پخش میشه. ژیار اما اینجا در استودیو با ما هست. خیلی گزارش تاثیرگذاری بود. تو با خانواده ها هم در ایران هم در خارج از کشور صحبت کردی، خواسته هاشون رو میدونی، تونستی در جریان اون چه که اونها در طول این یک سال مجبور شدن تحمل بکنن رو بدونی. کمی از خواسته هاشون به اون بگو، چی میخوان الان؟ ببینید خیلی از خانواده ها حتی وقتی که باشون صحبت میکردی درباره مسئله غرامت من میپرسیدم، خیلی هاشون بهشون بر میخورد، میگفت ما هیچ وقت به دنبال این نبودیم. خب حالا بعضی از خانواده ها بودن که سرپرست خانواده رو از دست دادن، مثلا در کشور دیگه بودن، خونه داشتن، وام دارن، باید قسط بدن، برای هزینه زندگی رو بدن، میبینی پدر و مادر کشته شده یا پدر یا سرپرست خانواده. بالاخره این چیزایی در همه دنیا بالاخره باید به فکر آینده اون بچه ها، به فکر سرنوشت اونا بود. این یک بحثه. اما صحبتی که من با اکثر خانواده ها داشتم به دنبال اجرای عدالت بودن. می گفتن اجرای عدالت برای اونا بسیار مهمتر از مسئله غرامت هستش. به چه دلیلی؟ چرا که میگن اولا خیلی عصبانی هستن از اولا نحوه برخورد مقام ها و رهبران حکومت ایران در مقایسه با کانادا. مثلا میبینیم خیلی از مسافرها به یک نحوی، بیش از 130 مسافر به یک نحوی به کانادا رب داشت، یا خانوادهشون اونجا بود یا اقامت اونجا رو داشتن یا اصلا شهروند اونجا بودن. به همین جهت میگن مثلا ما نگاه میکنیم میبینیم دانشگاه‌های کانادا چجوری برخورد کردن، مراسمای گذاشتن، از این افراد اسم بردن. مثلا مقامات کانادا از نخست وزیر گرفته، وزیر خارجه گرفته، مقامات مختلف در مراسمای مختلف در میان مردم ظاهر میشن، اما در ایران 3 روز
میان پشت سر هم به مردم یک روایت دیگر رو میگن، بعد از اینکه که فشارهای بین المللی مدارکی بوده که نمیتونستن انکار کنن که با موشک زدن، بعد میان اعتراف میکنن. به همین جهت خیلی از خانواده ها معتقد هستن روند پیگیری این پرونده شفاف نبوده از طرف دستگاه های ایرانی. به همین جهت خیلی از اونا خواهان اینن که این پرونده به دادگاه بین المللی دادگستری در لاهه بره و کشوری مثل کانادا اینو ببره جلو. صحبت های وزیر خارجه کانادا رو تو خودت با او صحبت کردی، از طرف یک بخش بزرگی از این مسئله اوکراینی ها هستن، اونها چه میگن؟ ببین، ما تونستیم هم با معاون دادستان کل اوکراین که شخصا مسئول پیگیری این پرونده سقوط پرواز 752 صحبت کنیم و همچنین با مدیر کل که بخشای صحبتش رو دیدیم، مدیر کل شرکت هواپیمایی اوکراین. همین امشب هم قرار بود وزیر خارجه اوکراین تو این برنامه حاضر بشه، اما متاسفانه در آخرین لحظات گفتن نمیخوایم صحبت کنیم. برداشتی که من دارم، متاسفانه دولت اوکراین خیلی ملاحظات سیاسی رو در نظر میگیره، نمیخوان مستقیم درباره این موضوع حرف بزن. معاملات و معادلاتی بینشون با ایران وجود داره و حتی مصاحبه‌ای که ما با دادستان، معاون دادستان داشتیم که مأمور این پرونده بود، خیلی نگران بود. معمولا دادستان‌ها خیلی صریح حرف میزنن درباره یک جرمی اتفاق افتاده، افرادی باید محاکمه بشن. من متوجه شدم ملاحظات زیادی دارن، اما چیزی که دادستان، معاون دادستان اوکراین به ما گفت مقامات ایرانی، افرادی، اشخاصی که مسئول پیگیری قضایی این پرونده هستن، هنوز این اطلاعات، نتیجه تحقیقات رو به اونا ندادن و در حقیقت به نحوی میگفت نمیشه بهشون اعتراف کرد، اعتماد کرد. و حتی صحبت خیلی از مقاماشون، صحبتشون این بود نهایتا اونا هم ممکنه این رو به یک دادگاه بین المللی بکشونن. ممنونم از جیار گل، همکارم اینجا در استودیو، که نسخه کامل گزارشش رو امشب بعد از 60 دقیقه میتونید ببینید. ممنونم از شما. اما صحبت از خانواده های قربانیان شد، اجازه بدید با پیام جمشیدی صحبت بکنیم. برادر شادی جمشیدی، یکی از قربانیان سانحه هوایی اوکراین که از لندن به ما پیوسته. آقای جمشیدی، یک سال از این حادثه گذشت، امروز سپاه بیانیه‌ای منتشر کرد که در اون اشاره میکرد به ماجراجویی آمریکا. سوال‌های زیادی باید خانواده‌های قربانیان داشته باشند. آیا صحبت‌های امروز حسن روحانی رئیس جمهوری و بیانیه سپاه اون سوال‌ها رو پاسخ دادند؟ با سلام به شما و بینندگان عزیز. حالا نه، جواب سوال نه، و چیزی که وجود داره توجه به هر حرفی و به منزله منحرف شدن از یه مسیر دادخواهی برای شفاف سازی و اجرای عدالت. همین چیزی که ما خانواده ها هم یک صدا، یک سال داریم درخواست میکنیم برای شفاف سازی و اجرای عدالت، و هیچ گونه شواهدی تا به امروز ندیدیم در جهت اجرای این عدالت. و چه گفته های آقای روحانی، چه بیانیه سپاه، هیچ چیزی رو در جهت اجرای عدالت و شفاف‌سازی روشن نمی‌کنه. سوال‌های اساسیتون الان یک سال بعد از این حادثه چه هست؟ بسیاری از سوالا که بارها و بار مطرح شده، چرا اون شب آسمان ایران باز بوده، چرا این کی کشته، کی دستور به کشتن داده. اگر ما آرزو داریم خطای انسانی باشه، ولی هیچ شواهدی به ما داده نمیشه، شواهد چیه؟ و بسیاری از سوالات شبیه به این که چرا همه این اتفاقات افتاده بدون اینکه ما هیچی ببینیم. یک گزارش اولیه‌ای گفته میشه، حداقل در رسانه‌های ایران صحبت ازش شده، که گزارشی تهیه شده که در اختیار اوکراین و همینطور کانادا قرار خواهد گرفت. نمیدونم که آیا قرار هست نسخه از اون رو به خانواده‌ها هم بدن یا نه. چه میدونید در مورد اون گزارش و چه امیدی میتونید داشته باشید که اون گزارش عملا به دست شما هم برسه، و کی فکر میکنید قرار این اتفاق بیفته؟ والا ما و انجمن خانواده ها بسیار درخواست زیادی داشتیم توسط 5 کشور و مستقیما از خود ایران. اگه این گزارش رو ببینیم، به ما گفته شد، در جراید ایران گفته شد که این گزارش داده شده، بعد تکذیب کردن کشورهای خارجی. ما خانواده ها هم مثل بقیه مردم نمیدونیم، ولی به ما چند کشور دیگه گفتن که
به زودی این گزارش به گروه تجسسی که فرانسه، آمریکا و اوکراین هست سابمیت میشه، اونها کامنتاشون رو میدن و سپس ایران گزارش نهایی رو میده. خانواده ها از ماهیت این گزارش هنوز از جزئیاتش هیچ خبری ندارن و منتظر هستن و این انتظار کشنده ای برای همه خانواده ها. میدونین که کی قراره این گزارش رو بدن؟ به ما گفته شده همین امروز و فردا این گزارش داده خواهد شد، ولی آیا داده خواهد شد یا نه ما اطلاعی نداریم. ممنونم از شما. پیام جمشیدی، برادر شادی جمشیدی از قربانیان سانحه هوایی. اما در آستانه سالگرد سرنگون شدن هواپیمای اوکراینی، سپاه در بیانیه ماجراجویی‌های آمریکا را عامل این فاجعه خونده. در همین حال حسن روحانی رئیس جمهوری ایران گفته همه کسانی که در این واقعه به گفته او قصور داشتند باید محاکمه شوند. مقام‌های ایران میگویند که شلیک موشک به سوی این هواپیمای مسافربری سهوی بوده. آنها در یک سال گذشته وعده محاکمه مقصران را هم دادند، اما خانواده‌های قربانیان و دولت‌های خارجی درگیر پرونده از عملکرد ایران راضی نیستند. فرنوش امیرشاهی و جزئیات بیشتر. مسببین این حادثه حالا اشتباه کردن، هر چه بوده باید در یک دادگاه عادلانه محاکمه بشن. سخنان حسن روحانی یک سال بعد از شلیک به هواپیمای مسافربری اوکراین. قوه قضایی همه عامل یا عاملین این حادثه رو مورد محاکمه قرار میده. این محاکمه برای ما مهمه. افراد اگر قصور کردن، تقصیر کردن، اشتباه کردن، هرچی که بوده، ناهماهنگ بودن، هماهنگ بودن، همه زوایای مسئله باید روشن بشه. درخواستی که یک سال از خانواده های 176 قربانی هواپیمای اوکراینی و کشورهای درگیر در این پرونده دارند و خواستار روشن شدن ابعاد مختلف آنند. اما سپاه پاسداران با اینکه پیشتر مسئولیت شلیک به هواپیما را به عهده گرفته بود، امروز موضع متفاوتی گرفته و در بیانیه‌ای گفته این اتفاق به خاطر آنچه ماجراجویی‌ها و اقدامات تروریستی آمریکا خوانده بوده و وعده انتقام سخت داده. ایران میگوید آنچه اتفاق افتاد خطای انسانی بوده و حالا برای جبران به هر خانواده 150,000 دلار غرامت می‌دهد. تابعیت هم در نظر نگرفت. هر کس تبعه هر کجا هست، چه ایرانی چه غیر ایرانی، همه رو مساوی ما حساب کردیم. خانواده های قربانیان در این مدت خواستار روشن شدن حقیقت بودند. میگویند که به جای غرامت شفافیت میخوان. چرا این کار رو کردید؟ چرا زدید؟ الانم برای عزیزان ما نرخ معلوم میکنید. ما نه دیه میخواییم، نه غرامت میخواییم، ما دادخواهی میخواییم، دادخواهی میخواییم. مقامات ایران در یک سال گذشته با گروه پیگیری حادثه چندان همکاری نکردند و بارها از فرستادن جعبه سیاه هواپیما و گزارش فنی درباره علل سرنگونی هواپیما خودداری کرده بودند. به تازگی اوکراین اعلام کرده که گزارش نهایی را دریافت کرده و 60 روز فرصت میخواهد تا آن را بررسی کند. بابا من میگم شاید یه نفرم زنده مونده باشه. بامداد 18 دی ماه پارسال پرواز PS752 با شلیک دست کم دو موشک پدافند سپاه در نزدیکی تهران سرنگون شد و تمام 176 سرنشین آن جان باختند. شلیک به این هواپیما ساعتی بعد از حمله موشکی سپاه به پایگاه نظامیان آمریکا در عراق به تلافی کشتن قاسم سلیمانی، فرمانده سابق سپاه قدس بود. مقامات ایران 3 روز در اعلام علت اصلی سقوط این هواپیما سکوت کردند. سرانجام با فشار نهادهای بین المللی به ساقط کردن آن اعتراف کردند، اما گفتند که سهوی بوده. بلافاصله حرکت کردم به سمت تهران، ولی بین راه من زنگ زدم به مسئولین، گفتم این اتفاق افتاده، من احتمال بالا میدم که هواپیما خودی رو ما زده باشه. خانواده قربانیان و مقام‌های اوکراین و کانادا سهوی بودن دستور شلیک به هواپیما را زیر سوال می‌برند. حالا بعد از یک سال هنوز نه حکمی صادر شده، نه برکناری در کار بوده و نه حتی تحقیقات بین‌المللی به نتیجه رسیده. ما فراموش نمی‌کنیم. 8 ژانویه بود.
8 ژانویه بود که قرار بود. تنها غم مرگ 176 سرنشین هواپیمای تهران به کیف باقی مانده و داغ تازه مانده خانواده ها. فرنوش امیرشاهی، بی بی سی. مایکل بوسیورکیو، سخنگوی سابق سازمان امنیت و همکاری اروپا و ناظر بر تحقیقات سقوط هواپیمای مالزی در اوکراین از کانادا با ما هست. آقای بوسیورکیو، یک سال از این ماجرا گذشته، ما باید به لحاظ استاندارد در یک تحقیق اینچنینی در مورد حادثه اینچنینی باید کجا می بودیم و آیا اون جایی که باید باشیم هستیم یا نه؟ Thank you for having me. متشکرم از دعوت شما. خب معمولاً تحقیقات بر روی سقوط هواپیماها به خصوص در مناطق جنگی زمان بسیار زیادی میطلبه. ما در مورد پرواز هواپیمای مالزیایی در MH17 در اوکراین این تجربه رو داشتیم. خب در مورد این پرواز همه شواهد و ادله به این سمت میره، از جمله گزارش اخیری که دولت کانادا منتشر کرده که دولت ایران نه فقط داره وقت کشی میکنه و اتلاف وقت میکنه و شفاف و صادق عمل نمیکنه، بلکه به نظر میاد که ایران داره از افشای اطلاعات خودداری میکنه، دارایی های اموال کسانی که در سوار هواپیما بودن رو تحویل خانوادهشون نمیده، همچنین چیزهایی مثل نتیجه تحقیق جعبه سیاه رو تحویل نمیده. و یادمون باشه که تحقیق روی جعبه سیاه خیلی وقت پیش انجام شد و اون هم بیش از زمان لازم وقت گرفت. از نظر دولت کانادا، دولت ایران در عمل داره دروغ میگه. دولت کانادا که بیش از 130 نفر رو در این سقوط از دست داد، دولت کانادا معتقده که خطای انسانی نبوده که عامل سرنگونی هواپیما شده. بنابراین خیلی چیزهای دیگر باید تا اینجا میدونستیم، ولی متاسفانه این تحقیقات زمان زیادی تا اینجا گرفته و در نهایت همونطور که گزارش دولت کانادا میگه، این قابل باور نیست، باور کردنی نیست که کشوری که باعث این سرنگونی شده باشه، کشوری که خودش مقصر هست، اون وقت خودش هم مسئول تحقیقات باشه، چطور میتونه بی‌طرف و مستقل عمل کنه؟ بنابراین مشکلات زیادی داریم در مورد این وضعیتی که درش هستیم. بنابراین با شرایط کنونی ایران عملاً داره در این تحقیقات چوب لای چرخ میکنه، اینطور که شما گفتین و اینطور که گزارش کانادا نشان، دولت کانادا نشان میده. تا چه زمان ایران میتونه این کار رو ادامه بده؟ یعنی آیا جایی هست که نهادهای بین‌المللی در نهایت بتونن قدم پیش بگذارن و اون رو متوقف کنن تا این تحقیقات به نتیجه برسه؟ بله، سال پیش شاید به خاطر داشته باشین که من خیلی زود گفتم که انتظار ندارم که ایران بیاد خیلی سریع اقدام کنه و خب ما یادمون نره که تلاش کردن همون اول کار مخفی کاری کنن، لاپوشونی کنن، دروغ گفتن در شبکه‌های اجتماعی و در رسانه‌ها. بنابراین ما از همون اول انتظار نداشتیم که ایران با سرعت خوبی عمل کنه، اما کارهایی هست که جامعه بین‌المللی میتونه انجام بده برای اینکه فشار بیاره به ایران. ولی من این رو باید بگم که در درجه اول واقعا تلاش‌های تهوع‌آور و مشمئز کننده رژیم ایران برای اینکه بیاد یک غرامت اندکی به این بازماندگان کشته شده ها بده نشون میده که واقعا تا چه اندازه اونها مستاصل هستند. و نکته دیگر اینه که کار دیگری که میتونن بکنن کشورهایی که شهروندشون از دست دادن در کنار جامعه جهانی، یکی از اون کارها اینه که خب ایران الان خیلی مستعصل هست برای دریافت ارز خارجی، اینکه کشورهای دیگر هواپیماهاشون رو فراز ایران در حریم هوایی ایران به پرواز در بیارن و این برای ایران درآمد ایجاد میکنه. یکی از کارهایی که کشورهای دیگر میتونن بکنن اینه که فشار بیارن روی رژیم و این پروازها رو از ایران انجام
ندن مثلا این پول ها رو در یک حساب بانکی حساب مالی مستقلی انجام بدن که به دست ایران فعلا نرسه یا از خطوط هوایی مختلف بخوان که اصلا پرواز نکنند بر فراز ایران و این اثر منفی خواهد داشت روی پرواز هوایی بین المللی ولی خب الان به خاطر همه‌گیری کرونا به هر حال پرواز جهانی خیلی کاهش یافته و خب این میتونه به ایران هم فشار بیاره از این طریق. ممنونم از شما مایکل بوسیوکیو سخنگوی سابق سازمان امنیت و همکاری اروپا. اما برای بحث بیشتر در این مورد محسن مهیمنی روزنامه‌نگار و پژوهشگر علوم سیاسی از دوبلین در جمهوری ایرلند به ما پیوسته. آقای مهیمنی برگردیم به یک سال پیش جایی که ایران دولت ایران سه روز مخفی کاری کرد و تلاش کرد که نگاه‌ها رو به سمت دیگه‌ای جلب بکنه اما در نهایت اذعان کرد. یک سال گذشته اما به نظر نمی‌رسه چندان کارها و تحقیقات پیش رفته باشه، خانواده‌ها راضی نیستند. در فضای داخلی عملکرد دولت رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟ من ابتدا تسلیت عرض می‌کنم از جانب خودم به خانواده کشته شده‌های این حادثه. در روزهای اول یا ماه اول بخوایم بگیم حکومت ایران، نمیگم فقط دولت، حکومت ایران یک دستپاچگی داشت. حالا اون سه روز اول شروع کرد به دروغ گفتن و پنهانکاری، ولی به خاطر قدرت شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌هایی که در خارج از ایران این موضوع رو پیگیری کردن بالاخره شفاف شد و مجبور شدن این رو به نحوی اقرار بکنن بهش که چه اتفاقی افتاده. ولی بعدش به نظر من در طول یک سال گذشته چهار بازیگر داشته این صحنه داخلی این ماجرا، یکی دولت حسن روحانی، یکی قوه قضاییه آقای رئیسی، مجلس ایران و سپاه پاسداران. این چهار، من میگم چهار قوه چون سپاه رو هم میشه امروز قوه حساب کرد تو ایران، یک قوه، یکی از بخش حاکمیت، میشه گفت که این چهار قوه یک توافق نانوشته بین خودشون داشتن با سه تا استراتژی: یکی امنیتی کردن موضوع، یکی ایجاد دوگانگی داخلی و خارجیه و یکی هم پاسکاری بین همدیگه هست. حالا من اینو توی سوالای بعدیتون باز میکنم. و با این سه تا استراتژی در واقع سعی کردن هم زمان بخرن، هم پاسخگویی نداشته باشن و هم شفافیتی که میشه درباره این قضیه داشت در داخل کشور با مدیریت افکار عمومی از بین ببرن. به نتیجه خودشون هم به نظر میرسه که رسیدن، یعنی عملا آنچه که میخواستن انجام بدن تا اینجا پیش رفته. ولی فکر میکنید که این استراتژی در نهایت کارساز خواهد بود؟ من برآورد خودم این است که به نتیجه بخوایم بگیم چه نتیجه این که پرونده موضوع بسته بشه من فکر نمیکنم، چون توی این قضیه مثل خیلی از قضایای دیگر، مثل اعدام هایی که صورت گرفت در ارتباط با نوید افکاری، در ارتباط با رولای زم، در ارتباط با اعتراضات آبان، این هم یکی از قضایایی که در داخل کشور و در بیرون کشور فشارهای حقوق بشری و رسانه‌های اجتماعی و ایران با هم پیوند خوردن و از داخل و خارج همزمان دارن به حکومت فشار میارن و پرونده اینها اگه بخواید بگید نتیجه این باشه که بسته بشه، بسته نمیشه. این فشار دائم خواهد بود، دائم در مجامع بین‌المللی، دادگاه کشور دیگه پیگیری میشه. نمیشه گفت اینا به نتیجه میرسن با این کار، فقط دارن فعلا وقت میخرن، حرفای متناقض میزنن. آقای روحانی همون ده پارسال گفته بود که دادگاه ویژه تشکیل میشه، آقای رئیسی، آقای جانشین فرمانده سپاه پاسداران آذرماه گفت که همه چی تحقیقات تموم شده و فقط حکم قاضی مونده، وزارت خارجه یک بار دوباره اعلام کرد تحقیقات تموم شده. اینا همه یک بازی ایجاد سردرگمی در داخل هست، همزمان هم مدعیان و شاکیان این پرونده رو تحت شدیدترین فشارها قرار دادن. خانواده‌های اینها روزی نیست که باشون تماس گرفته نشه، فشار بهشون آورده نشه، شکنجه جسمی بنشن. همه اینها در کنار هم داره پیش میره تا فعلا قضیه مسکوت باشه، ممنونش. تا خود حکومت ایران ببینه به کجا میخواد برسه. ممنون از آقای مهیمنی، امیدوارم در فرصت‌های بعدی بتونیم بیشتر صحبت کنیم. محسن مهیمنی روزنامه‌نگار و فرهاد رضایی تحلیلگر مسائل سیاست خارجی ایران و همچنین مدرس روابط بین‌الملل در دانشگاه یورک از تورنتو با ما هست. آقای رضایی، بیانیه سپاه رو خواندید، اونها در واقع سپاه میگه که مشکل ماجراجویی آمریکا بوده و این اشارهش هم مشخصا به کشتن قاسم سلیمانی هست و اتفاقاتی که پس از اون افتاد. به نظرتون بیانیه و لحنش رو چطور میبینید؟ ببینید، بله، من بیانیه سپاه پاسداران رو یه نگاه اجمالی انداختم و اصلا هم از نظر من سورپرایزینگ نیست. نکته سورپرایزینگ شاید توی این بیانیه این هستش که چرا الان، قاعدتا باید سال گذشته این بیانیه رو صادر میکردن. اما فکر میکنم که
یک پیام واضح و آشکار داره این بیانیه، و اون این هستش که در واقع نشون میده که سپاه پاسداران و جمهوری اسلامی در واقع تمایلی برای پیگیری جدی تحقیقات در مورد سرنگونی این حکومت‌های اوکراینی رو ندارن و در واقع با این رفتارشون دارن هم به خانواده‌های قربانی‌ها اهانت میکنن و هم جامعه بین‌المللی و قوانین بین‌المللی رو به تمسخر گرفتن. و فکر میکنم که پیامد این رفتار هم میتونه این باشه که در واقع اگر جامعه بین‌المللی، مخصوصا کشورهایی که دخیل در این مسئله هستن، به جمهوری اسلامی فشار نیارن که روند تحقیقات شفاف رو باهاشون همکاری بکنن، این در واقع این سیگنال رو میفرسته به جمهوری اسلامی که رفتارهای مغایر با نرمهای بین‌المللی مثل همین اتفاق در واقع هیچ گونه عواقبی در بر نداره و این میتونه خیلی خطرناک باشه. ممنونم از شما آقای رضایی. فرهاد رضایی، تحلیلگر سیاست خارجی ایران. امیدواریم در فرصت دیگه بتونیم مفصل تر با شما صحبت بکنیم. اما اجازه بدید بریم با آمریکا، جایی که جلسه بحث و تایید نتایج انتخابات ریاست جمهوری قرار بود از ساعتی قبل شروع بشه، اما به نوعی این به دلایلی متوقف شده. جمهوری خواهان در اولین اقدام به نتایج انتخابات در ایالت آریزونا اعتراض کردن و همین دلیل سناتورها و نمایندگان برای بحث مدت 2 ساعت به صحن سالن رفتن. همزمان البته در ایالت جورجیا با شمارش تقریبا همه آرای انتخابات مجلس سنا به نظر میرسه که نامزدهای حزب دموکرات تونستن در 2 کرسی این ایالت به خودشون اختصاص بدن این 2 کرسی رو. این نتیجه در صورت قطعی شدن به معنای خروج اکثریت سنا از دست جمهوری خواهان هست. ما همکاران ما سام فرزانه از داخل بیرون ساختمان فکر می‌کنم کنگره آمریکا به دلیل اینکه او داخل بود، حالا نمیدونم برگشته به داخل ساختمان یا نه، با ما هست. و همینطور هادی نیلی همکارم از جورجیا با ما هست. اجازه بدید هادی به تو برمیگردیم بعدتر در طول برنامه. سام بریم سراغ تو. میدونم که اتفاقاتی اونجا در جریان هست و اونطور که خواستن نتایج، یعنی اعلام تایید نهایی نتایج انتخابات ریاست جمهوری پیش نرفت. همینطوره. من فقط برای اینکه بگم به شما که در چه وضعیتی ما هستیم، همین الان فیلم برداری که با من کار میکنه مشغول نشسته و داره سعی میکنه نفس خودش رو برگردونه، به خاطر اینکه ما تقریبا 3 طبقه رو مجبور شدیم به سرعت فقط در حدی که کیف و مثلا دوربینمون رو برداریم بریم به زیر زمین، برای اینکه گفتن تهدید به بمب گذاری شده در این ساختمان، ساختمان دفاتر نمایندگان مجلس نمایندگان. و ما اونجا بودیم حدود نیم ساعت 45 دقیقه ما اونجا بودیم تا اینکه اعلام کردن که خطر برطرف شده. ما برگشتیم به سرعت، همین 2-3 دقیقه است که ما تونستیم برگردیم به جایی که بودیم. اما همزمان تصاویری که داره میاد در جلوی کنگره، گروهی از هواداران آقای ترامپ دارن سعی میکنن که وارد بشن تا اعتراض خودشون رو به نتایج بگن. میدونیم که مراسمی که امروز هست برای تایید نتایج انتخاباتی که هر ایالت پیشتر اونها رو تایید کرده، کالج انتخاباتی اون رو تایید کرده و حالا در مرحله نهایی به صورت نمادین کنگره باید این نتایج رو بگیره و دیگه تموم میشه ماجرا. سام همزمان با صحبت‌های تو داریم تصاویر زنده‌ای رو می‌بینیم از به نظر میرسه چندین هزار طرفدار آقای ترامپ که بیرون ساختمان کنگره جمع شدن و اونطور که خبرها میگه اونها دارن تلاش میکنن که وارد ساختمان کنگره بشن. اینها طرفداران آقای ترامپ هستن، کسانی که خود آقای ترامپ چند روز پیش از اونها دعوت کرد که به واشنگتن بیان و به نوعی حمایت خودشون رو از او اعلام بکنند. کمی بهمون بگو که اهمیت امروز چه بود؟ ما باید بریم اینجا، گفتن که مثل اینکه ما دیگه نمیتونیم اینجا بمونیم، مجبورم من برم فعلا. خب سام فرزانه مجبور هست که ما رو ترک بکنه به دلیل اینکه ظاهرا حداقل میبینیم در تصاویر هم داشتیم به صورت زنده میدیدیم که تلاشی هست از طرف طرفداران آقای ترامپ، چندین هزار طرفدار آقای ترامپ در که در بیرون ساختمان کنگره جمع شدن در زمانی که جلسه کنگره برگزار شد برای اینکه آرا رو به صورت نهایی تایید بکنند و پیروزی جو بایدن میبایست در این جلسه تایید نهایی میشد و اعلام میشد. آقای ترامپ
از معاون اول معاون خودش مایک پنس خواسته بود که اجازه نده این جلسه، در این جلسه نتایج انتخاباتی که او تقلب آمیز میخونه تایید بشه، اما در همون ابتدای جلسه جایی که قرار بود این نتایج تایید بشه ابتدا گفته شد که تلاشی برای بمبگذاری یا خطر بمبگذاری اعلام شده در ساختمان، به همین دلیل نمایندگان ایالت‌های مختلف ترک کردن ساختمان رو و حالا تصاویری که می‌بینیم تصاویر زنده هست از واشنگتن. خودتون با چشمان خودتون دارید می‌بینید که چطور طرفداران آقای ترامپ بیرون ساختمان جمع شدن و به همین دلیل خبرنگارا هم ازشون خواسته شده که ساختمان رو ترک بکنند. جلسه در حال حاضر در هر دو مجلس در حال انجام هست. در ابتدا تصاویری بود که نمایندگان در حال ترک بودند، اما بعدتر اونها برگشتند و اونطور که گفته شده خبرگزاری‌ها حالا دارن میگن جلسه ادامه داره پیدا میکنه. قرار نبوده که طرفداران آقای ترامپ تا این حد به ساختمان کنگره نزدیک بشن، اونها موانع امنیتی رو رد کردند و تصاویری که داریم می‌بینیم بعد از این هست که از موانع امنیتی اونها رد شدند. خبرگزاری رویترز میگه اونها بعد از این که از اون موانع امنیتی رد شدند از بخش‌های مختلف ساختمان تلاش کردند که وارد ساختمان بشن. بر اساس همین تصاویری که دارید می‌بینید اونها خارج ساختمان الان جمع شدن، اما جلسه در کنگره آمریکا در جریان هست. تصاویر زنده است از واشنگتن، جایی که طرفداران آقای ترامپ بیرون ساختمان کنگره جمع شدند تا مانع عملا تایید نهایی انتخابات که قرار بود امروز و قرار هست و در حال انجام هست انجام بشه بشه. همینطور که تصاویر زنده رو میبینید اجازه بدید بریم سراغ هادی نیلی، همکارم که در آتلانتای جورجیا هست. هادی، نتایج یکی از مهمترین، در واقع حساسترین دور دوم انتخابات هایی که واقعا میشه تصور کرد رو امروز دنبال کرده. هادی، به نظر میرسه که دموکرات ها دست بالا رو دارن در اونجا، کمی از آخرین ها برامون بگو. همینطوره مجید، دست کم تا اینجا که آمار در دست هست به نظر میرسه که دموکرات ها روشن میبینند که هر دو کرسی ایالت جورجیا در مجلس سنای ایالات متحده، جایی که الان میبینیم گروهی از هواداران آقای ترامپ بهش یورش بردن، میدیدیم در تصاویر همین ساختمان، جایی که احتمالا رئیس جمهور بعدی بسیار با آن سر و کار خواهد داشت برای مصوبات قوانین و انتصاباتش، دموکرات‌ها به این ترتیب این دو سناتور جورجیا رو هم اینطور که از جمع‌بندی به نظر میرسه می‌بینند که خواهند داشت. اکثریت مجلس سنا به کمک البته رأی کامالا هریس معاون رئیس جمهور که از دو هفته آینده در این سمت خواهد بود و رسماً هم رئیس سنا خواهد بود، دموکرات‌ها با 51 رأی در مجلس سنا در مقابل جمهوری‌خواهان با 50 رأی اکثریت خواهند داشت. بعد از 12 سال از 14 روز دیگه رئیس جمهور منتخب جو بایدن کارش رو شروع میکنه. بعد از 12 سال دموکرات‌ها هم کاخ سفید، هم مجلس نمایندگان و هم مجلس سنا رو در اختیار دارند. بیراه نیست اگر کسی تصور بکنه نتیجه انتخابات جورجیا شاید دمیده به آتش این معترضان هوادار آقای ترامپ که احتمالاً با دنبال کردن صحبت‌های او و باور کردن حرف‌های او در مورد اختیارات قانونی معاون رئیس جمهور، چیزی که خود معاون رئیس جمهور زیر بارش نرفته و رد کرده، شاید امروز انتظار داشتن در مراسمی که در کنگره وجود داره برگزار میشه، مراسمی که در همه دوره‌های اخیر شکل تشریفاتی داشته و حتی در رسانه‌های محلی داخل آمریکا هم مورد توجه قرار نمی‌گرفته، ولی
با تاکیدهای مرتب رئیس جمهور آمریکا که هنوز حاضر نشده نتیجه انتخابات دو ماه پیش رو قبول بکنه، توجه ها به اون جلب شده و امروز همینجا در جلوی ساختمان ایالتی ایالت جورجیا در آتلانتا، در مرکز آتلانتا، من گروهایی از هواداران آقای ترامپ رو میدیدم با پرچم هایی که نشانه هایی از هواداری آقای ترامپ داشت و همینطور گروهای شبه نظامی که گروهای سازمان یافته ای که رسما فعال هستند، مثلا گروهی به اسم 3% ها که حامی حق دسترسی به اسلحه هستند، با لباس های نظامی، فیلمش رو توییت کردم، با لباس های نظامی، اسلحه هایی که در دست دارن دور این ساختمان میچرخیدن، شعار میدادند، بعضا خودروهای شاسی بلند و بزرگی که خیلی رایج بود در انتخابات این دوره به نفع آقای ترامپ در شهرهای مختلف آمریکا با بوق یا بلندگوهایی که روشون داشتن در حمایت از آقای ترامپ شعار میدادن، در بلندگوها دور این ساختمان میچرخیدن. در کل اینجا فضا آرام بود، برخلاف اون چیزی که ما الان داریم در واشنگتن میبینیم، تصویر بی سابقه ای که از حمله گروهی از معترضان به ساختمان کنگره. یادمون نره که همین چند ماه پیش بود در واشنگتن گروهی از معترضان جلوی کاخ سفید در محوطه بیرون کاخ سفید، بیرون حصارها، جایی که بارها صحنه اعتراضها و تجمعها بوده، گروهی از معترضانی که خود مقامهای آقای ترامپ، مقامهای دولت آقای ترامپ میگن مسالمت آمیز بود حضورشون، داشتن شعار میدادند و نیروهای انتظامی با پرتاب کردن گاز اشکاور بین اونها قبل از آغاز ساعت منع آمد و شد اونها رو پراکنده کردن که رئیس جمهور آمریکا فرصت داشته باشه بیاد دقایقی از کاخ سفید قدم بزنه، جلوی کلیسایی که در ناحیه شمالی کاخ سفید هست عکس بگیره، با انجیل عکس یادگاری بگیره و بدون اینکه حرفی بزنه اونجا رو ترک کنه به کاخ سفید برگرده. موضوعی که به نظر میرسه بعدش مقام‌های خود آقای ترامپ هم حاضر نشدن از اون حمایت بکنن. خود آقای ترامپ هم حتی گفت این به دستور او نبوده، به نوعی خاص فاصله بگیره. و با وجود این، بعد از چند ماه ما این تو شاهد هستیم که همون گروهایی که تظاهرات مسالمت‌آمیز رو شاید متهم می‌کردن به اینکه علیه آمریکا دارن اقدام می‌کنن، امروز بعضی از اونها رو می‌بینیم که دارن به ساختمان کنگره آمریکا، خانه مردم به قول قانون اساسی و به قول بنیانگذاران آمریکا حمله می‌کنن، یورش بردن و دیدیم که بعضی از اعضای مجلس نمایندگان و اعضای سنا دارن اعلام می‌کنن که در اتاق کارشون، در اطاق کارشون پناه گرفتن. همینطور هادی، تصاویر زنده رو که میبینید بیرون ساختمان در واقع کنگره بود و از آن طرف آنچه که از داخل ساختمان به گوش میرسه این هست که همین الان بر اساس آنچه که شاهدان عینی به خبرگزاری رویترز گفتند، طرفداران آقای ترامپ با پلیس در اطراف ساختمان درگیر شدند. جلسه سنا دیدید که وارد تنفس شد، یعنی عملا جلسه قطع شد و از آن طرف از کارمندان سنا و همینطور خبرنگاران خواستند که در محل امنی فعلا پناه بگیرن. صحنه‌های همونطور که هادی هم گفت بی سابقه است، چون این مراسم معمولا هر 4 سال یک بار بدون دردسر برگزار می شده، اما امسال با اصرار آقای ترامپ که هنوز انتخابات رو نباخته و او گفته درخواستش از معاون خودش مایک پنس که این انتخابات رو اجازه نده که قانونی بشه شروع شده. مایک پنس، آخرین خبری که به دست ما رسیده میگه که مایک پنس سنا رو ترک کرده. گزارشگرانی که در کنگره هستن میگن که مایک پنس ساختمان رو ترک کرده. سام فرزانه همکارم فکر میکنم رفته به جایی که حالا میتونه با ما صحبت کنه. سام بگو شرایط چگونه است. ما رو دوباره بردن به زمین ساختمان در واقع دفاتر نمایندگان مجلس نمایندگان، مجبور شدیم بریم به سرعت، همونطور که احتمالا شنیدید توی برنامه هم که با سوت و فریاد کنی سعی کرد که ما رو بفرسته پایین. اومدیم اینجا، به نظر میرسه که توی شرایط استثنایی قرار گرفتن و نمیخوان پلیس، ماموران امنیتی نمیخوان کاری بکنن که کسی احتمالاً با مشکلی روبرو بشه. بخش دیگری از کسانی که همراه ما بودن قبلن و اینجا، چون ما دفعه قبل که اومدیم این پایین اینجا خیلی پر بود، ولی بخش عمده از اون کسانی که با ما بودند رو بردن به ساختمان دیگه‌ای و اونها رو از همین در واقع تونل‌های زیرزمینی که اینجا وجود داره اونها رو بردن به ساختمان دیگه‌ای. هم در تصاویر بود، هم در از پنجره‌ها ما می‌تونستیم ببینیم گروهی که دارن میرن به سمت پلیس کنگره کپیتال
پلیس روی پله‌ها ایستاده بود و می‌خواستن در واقع یک چیزی مانع بشن از پیشروی بیشتر کسانی که معترض هستند به نتیجه انتخابات، طرفداران آقای ترامپ. که این رو هم باید بگم که آقای ترامپ خودش در سخنرانی که همین یک ساعت یک ساعت و نیم پیش داشت اعلام کرده که باید بریم به کنگره و از سناتورها و نمایندگانی که دارن علیه این رأی صحبت می‌کنن حمایت بکنیم، و این رو گفت که خودش هم این کار رو خواهد کرد، هرچند که حالا فعلا در کاخ سفید، اما به هر حال این رو گفته بود و این اقدام رو کرده بود. این اون چیزیه که خود جمهوری خواهان هم ازش میترسیدند. رهبر اکثریت در سنای آمریکا سناتور میچ مکانل در صحبت‌هایی که داشت گفت که چنین کارهایی موجب میشه که دموکراسی در آمریکا متزلزل بشه، و این رو گفت که از همکاران خودش میخواد که دیگه یک همچین اعتراض هایی رو ادامه ندن. حالا ببینیم که چقدر بخوان اونها به حرفشون گوش بکنن. پیشنهادی که سناتور تد کروز مطرح کرد قبل از اینکه حالا برای تنفس جلسه رو ببندن این بود که یک حدود دو هفته یک کمیته ویژه‌ای تشکیل بشه که اونها بیان به این اتهام هایی که وارد اومده به انتخابات از سوی آقای ترامپ و گروه محسوبی از هواداران ایشون در مناسب مختلف اونها بررسی بشه. گفتن که برای بررسی اونها لازمه که یک مدتی وقت بگیرن، حدود دو هفته. پیشنهادش رو خود سناتورهای جمهوری خواه هم باش مخالفت کردن و گفتن که چنین چیزی درست نیست. و البته این رو هم باید بگم که جمهوری خواهان در این وسط تفسیر رو هم به گردن دموکرات ها میندازن که در سال 2016 با زیر سوال بردن آقای ترامپ و کوتاه کردن مسئله دخالت روسیه در انتخابات آمریکا داشتن سعی میکردن که ریاست جمهوری رو نامشروع بکنن، و حالا جمهوری خواهان مثل سناتور میچ مکانل میگن که عواقب اون سیاست ها این چیزیه که اتفاق افتاده. در شرایطی که در داخل در کنگره آمریکا قرار بود که امروز عملاً تایید نهایی انتخابات آمریکا بشه، جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری اعلام بشه، همونطور که می‌بینیم طرفداران آقای ترامپ در خارج ساختمان جمع شدند و عملاً باعث شدند که جلسه تا اینجا تعطیل بشه. ما با خبرنگارانمون در واشنگتن سان فرزانه و همینطور هادی نیلی در جورجیا بیشتر از این بعدتر صحبت خواهیم کرد دوباره، اما اینجا میبایست که این برنامه رو به پایان برسونیم. برمیگردیم دوباره پیش شما. این بخش خبری ما در 60 دقیقه به پایان میرسه. این برنامه و برنامه قبلی رو میتونید روی وبسایت بی بی سی فارسی ببینید. برمیگردیم با شما با ادامه خبرها. بسودیم. We'll be right back.